ماها که به خودمون میگیم ایرانی آمریکایی، شاید یه حسی داریم که نه آمریکایی‌ها درست میدونن یعنی چه و نه ایرانیایی که اینو تجربه نکردن، به خاطر که واقعا احساس بدهکاری میکنین به دو کشور و به دو تا کالچر. بعضی از دوستان هستن میگن که دکتر تو برای کشور خودت چه کار کردی، چرا اونجا داری کار میکنی؟ حقیقتش اینه که من دو تا کشور دارم، من 70% عمرم رو اینجا زندگی کردم و بدهکار میدونم خودمو به این کشور، و همونطور که توی ایران به دنیا آمدم و به خاطر اون نهال اولیه که توی ایران بوده، اون درختی که جوونه زده، خودمو بدهکار به ایران میدونم. اینه که برای خیلی مشکله که موقع میگن کشور دتا، میگه خب من دو کشوری هستم، فکر میکنن یه نوع داری یا به این خیانت میکنی یا با اون خیانت میکنی. و خیلی دلم میخواست که میتونستم الانم ایران برم، حالا به خصوص که بعد از که بازنشسته شدم بیشتر ایران برم و برگردم و با اونها یک کارای الان اونجا در اون کشور بکنم. من خیلی الان ایرانو میس میکنم. گرچه سالها نبرد با اسرار ناشناخته کائنات میتونه جهان بینی و ذهنیت هر کسی رو تغییر بده، اما راه فراری از بیقراری های دل تنگ یک مهاجر نیست. برای چه المان خاصی از ایران، برای چه حس و برای چه چیز خاصی ایران دلتون تنگ شده؟ دلم میخواد اون خاطرهایی که از ایران دارم، جاهایی که بودن، برم ببینم. حالا احتمالاً عوض شدن، خونه‌ای که من توش به دنیا آمدم یا بزرگ شدم توی شیراز، مدرسه‌ای که تو تهران رفتم، ما از دیوارش می‌رفتیم بیرون بریم تیم فوتبال ببینیم. یکی دیگه باور نمی‌کنه، چیزای خیلی شاید پیش پا افتاده. دلم می‌خواد برم نونوای نون سنگک بخرم. دلم می‌خواد توی خیابون پهلوی، حالا نمیدونم که اسمش عوض شده، حتما یه چیز دیگه هست، این فال گردو یا گوجه سبز که چیز میکنی، یا ایران باشم برای عید نوروز و برای جشن برای 13 بدر. یا دلم میخواست که الان میتونستم با جوانایی که 17 سالشون 18 سالشون یا دار دانشگاه هستن برم بشینم صحبت بکنم از اینکه هر کاری بخواین میشه کرد، یعنی که ناامید نشن. میدونم که وضع یه مقدار مشکله، یه مقدارم نه زیاد مشکله، ولی دست نکشین از آرزوهاتون، به حقیقت خواهند پیوست.